بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد. در ادامه نقشه راه تجزیه کردن بودیم، در مورد فاکتورگیری، در مورد اینکه دو تا جمله داشته باشیم و بخوایم تجزیه کنیم حرف زدیم. حالا ما رسیدیم به سه تا جمله. ببینید سه تا جمله داریم. خب حالا می‌خوایم ببینیم توی این سه تا جمله یا باید چیکار کنیم. حالت‌های مختلفی داره. خب حالت‌های مختلفی داره. اولیش اینه، شکلای اتحاد اوله. خب در حالت کلی ما تو ستایی ها چیزی که ذهنمون خیلی بهش نزدیک میشه اتحاد اوله و اتحاد جمله مشترکه. یه سری هم حالت های اضافه کم کردن و اینا داره. اگر یه ستایی داری، دو تا از اون ستایی ها مربع کاملا، x2 4 x2 9، دو تا از اونا مربع کامل باشن به اتحاد اول نزدیک تره. اگر من اینجوری طبقه، اگر ضریب x2 t1، ببین x2 4 x4، دو تا مربع کاملی که داری و پایشون رو در نظر بگیر تو ذهنت، پایشون اگر ضرب اینها دو برابرش اون وسط بود که الان هست، حاصل این میشه اون دو تا پایه ها رو با علامت این بذار وسط، تمام دورس میشه تجزیهش. اینم تجزیه است، چون دو تا از اینا کنار هم نشستن در واقع که ضرب دیگه، تجزیه است. اینجا پای 3 ببخشید، پای x، پای 3 دو تا مربع کامل داره، ضرب اینا دو برابرش اینجا هست. پس x علامت این چیه؟ منها، منهای 3 به تمامت. این شد تجزیه. ضریب x تو 1ه، ضریب x تو 1ه، ولی دو تا مربع کامل ندارم، یه دونه مربع کامل دارم. خب اینجا به چی دقت میکنم؟ چه چیزی بیشتر نظرمو جلب میکنه برای حل؟ جمله مشترک. شیشتون گواستو بده به من، به جزئیات حرفام دقت کنه. اگر ضریب x تو 1ه، اگر ضریب x تو 1ه، شکلت هم فهمید جمله مشترک، یعنی دو تا مربع کامل نداره. بعد حدس بزنی، حدس بزنی x، بعد دو تا عدد به من بگی که ضربش باشه این، جمعش باشه این. باز به مدل فکر کردن من نگاه کن، اولویت رو بده به ضرب. نمیخواد آقا مثلا من الان شما سوال میکنم دو تا عدد بگو که ضربش بشه دو، جمعش بشه منهای سه. خود این شد یه مسئله، یعنی الان خب میتونی مثلا بهش فکر کنی آیا چیه، بعد ما زمان خیلی کمی داریم. اول به ضرب نگاه میکنی، از ضرب راحت تر میشه فهمید. مثلا وقتی ببین استدلال، ضرب مثبت، جمع منفیه. اگه یه ذره فکر کنی، یعنی هر دو منفی بودن دیگه. بعد دورم به جز یک ضرب در دو، اولین چیزی که بزنم میاد اینه دیگه، منهای یک، منهای دو، ضربشون دو، جمعشون منهای سه. حالا همیشه هم به این راحتی ها نیست. خب یعنی عرضم، حالا میبینید تو سوال، همیشه هم به این راحتی ها نیست. یعنی حد زدن یه ذره ممکنه که بیشتر داستان داشته باشه. چی کار کنم این داستانه برطرف بشه؟ هرچی بیشتر تمرین حل کنیم درست میشه. پس بالایی ها ضریب x تو 1 بود، اگه دو تا مربع کامل داشت احتمالا اتحاد اول، اگه یه دونه مربع کامل داشت احتمالا. اینا همش احتمال ها، اینا طبقه بندیه که من کردم. آقا حتما تجزیه ته نداره. خب یعنی هر مدلی میشه ازش سوال تر کرد. این که میگم اینو میبینی، یه موقع نه به من میگه آقا شما گفتی هر موقع ضریب این 1ه، اونورم ارزم بود شما دو تا مربع کامل نداری، جمله مشترکه. خب جمله مشترک مثلا اینجا چرا نمیشه؟ خب من دارم میگم احتمال زیاد این بررسیش میکنه. یه مربع کامل داری، چون این چیه؟ پایش رو قلمه 3x به توان 2. خب پایش یعنی چه چیزی به توان 2 بود؟ یا رادیکال ازش بگیر 3x بود. بعد اینجا هم تو میگی که آقا اینجا هم مربع کامل ها، اینجا هم مربع کامل ها. بعد دو برابر ضرب اینا اینجا هست. آره آقا، پس شکل اتحاد اول حتما نباید ضریب x توش 1 باشه. عادت نکن، یه مربع کامل، یه مربع کامل اتحاد اول رو چک کردم، شد آنچه که باید میشد، عالی. مربع کامل غیر مربع کامل، مربع کامل غیر مربع، احتمالاً چیه؟ احتمالاً جمله مشترک. ولی
شما تو این تأکید کردی، آقا تأکید کردم، این ضریبه یک باشه که جمع و ضرب بازی کنیم ما. خب اینجوری ضریبه یک باشه، ضریبه یک نیست. اگر خوب دقت کن، اگر این مربع کامله، اگر این مربع کامله، بیا اینجوری بنویسیمش، 2x به توان 2 اینجاش قشنگه، 8 رو بنویس 4 تا 2x، یعنی از اینکه این چی به توان 2 ایده میگیرم برای اینکه اینو چی جوری بشکونم. بله بسه. حالا اینجا رو ببین، اگر اسم اینو تو ذهنم بذارم آ، الان این عبارت من این نیست، آ دو علاوه 4 آ علاوه 3، حالا نمیشه یه جمله مشترک استفاده کنم، دو تا عدد که ضربش این جمعش این آ علاوه 1 در آ علاوه 3، ولی سوال که از من بر حسب آ نخواسته، بس من درش کردونم به حالت اولی. یعنی چی بنویسم؟ یعنی بنویسم 2x علاوه 1 در 2x علاوه 3. بعدی توی این میخوام نکته و مدل بسیار جالبی رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. مربع، پس ضریب x دو مربع کامل باشه، ضریبش یک باشه، اینجا نه مربع کامل نه یک. ببین در این مدل سوالها، در این مدل سوالها ما میایم یه تکنیکی رو اجرا میکنیم، یکی از بهترین تکنیکاش اینه که من خدمتتون عرض میکنم، برای کیها، برای زمانی که، برای زمانی که شما ضریب x دوت یک نیست، مربع کامل نیست. اینو میبینی؟ اینو وردار تو این ضرب کن. خوب خوب گوش کن، اینم جدیده ها، اینم احتمال اینکه دیده باشی کمه، خب ولی باز دوباره ممکنم مخصوصا 12 اینا که دارن دوره اینا ممکنه دیده باشن، ولی روش تجزیه که شاید کمتر تو کتاب ها دیده باشه، مگر اینکه بهتون عرضم بزرگ شما درسشون تو کتاب نوشتنش یکم سخته. اصلا نگاه کن اینو تو این ضرب میکنم، چی میشه معادله ها مینویسم؟ اصلا با بنفش مینویسم. من نگاه کن x2 منهای 2x منهای 24. حالا شبیه یه جمله مشترک شد، دو تا عدد میخوام که ضربش این باشه، دو تا عدد میخوام که ضربش این باشه، جمعش این باشه. خب آقا 24 عین اول رفتیم سراغ ضرب، 24 3 8 گزینه 24 تا، ولی جمع و تفریقش منهای دو نمیشه، 6 4 تا چی؟ 6 4 تا عالیه. یعنی شروع آه مثلا یکی میگه چرا 1 24 رو نگفتی؟ آه 1 24 تو زن 1 24 منهای دو که نکن دیگه، این کارو دیگه خدایی نمیخوره از یه... یعنی حسی پیدا کن دیگه، این منهای دو یه نزدیک هم بگو عدد رو دیگه. اینو بنویسیم، شد چی؟ شد ایکسه، چون منهای 6 منفی میگیره، جمع منهای دو ضرب منویس چرا؟ کار ما تموم شد؟ نه. چرا؟ چون که آقا توی یه کار غیر استاندارد اصلا تا حالا از این حرکت ها نزده بودی شما، همجوری دوها رو ورداریم بریم تون ضرب کنیم. این عملیات ما یک برگشتی هم داره، به خوب به برگشت دقت کن. شما یه دو داری، خب برای هر دوی این پرانتز باید یه حرکتی بزنی، یک کدوم از اعداد اینو، خب یعنی بین این عدد یا این عدد یک کدوم رو باید به دو تقسیم کنی، یکی از ضریبه ها رو کنارش یه دو بذاری. خب من نگاه کن اینو، من اینو به دو تقسیم میکنم، اینجا دو میذارم. میدونم یکم برات مبهم الان، میشه x منهای 3 در 2x علاوه 4، ولی خب روش تجزیه خیلی روش تجزیه خوب و جالبیه که اگه اینو دقت کنی ضرب کنی نگاه کن، میشه 2x 2 بعد این میشه 4x منهای 6x منهای 2x ضرب اینا میشه منهای 12. حالا میگه شما میگی آقای لکستانی ما از شما انتظار داریم که بدونیم داریم چیکار میکنیم، از این روش ها تا حالا الان 80 جلسه 70 جلسه ویدیو بوده از این کارا نکرده بودی تا حالا، ما هنوزم پای حرفمون هستیم که شما
بفهمی داره چه اتفاقی میفته خوبه. حالا با بنفش هم نمینویسم، مثلا با چی رنگی نمینویسم، مثلا با نارنج مینویسم. عنایت داشته باش، عنایت داشته باش. اینو میبینی من اسم اینو میذارم آ. این در واقع روش دومه ها. اینو بردارم بیارم یه پله پایین تر به نظر، اینم بیارم اینجا. این دوتا رو دیگه با دوتا راه نمیرم دیگه، یعنی هم سریع چون سبکش مثل همون. ببین من میگم این آ باشه بچه، خوب دقت کن، دقت کن. آ درست، همه چی درست. آ مساویه با یه مقدار اینو بیاریم پایین، دو ایکس دو منهای دو ایکس منهای دو. بزرگواران ما دوست داشتیم ضریب ایکس دومون یا یک باشه یا مربع کنه، هیچ کدوم نیست، ولی ما در ریاضی دستمون باز بود، من اینجوری یادتون داده بودم نیست، غلط کرده، ما مربع کاملش میکنیم خودمون. چطور؟ اینطور، اینطوری که الان برات مینویسم. حالا اینا اینجا بردارم، اینطوری که من میشه دو آ میشه چار ایکس دو شیش دو. گوش کن، شوخی نیست، خواهیم ریاضی بازی ریاضیه ها، یعنی داریم قشنگ دل و روده میکشیم بیرون ها از موضوع. ببین یه ایده دیگه هم دارم بهت میدم، اینو مربع کامل کن بعد تو میگی چرا تو دو ضرب کردی. خب مسلمون دو تو دو ضرب کنیم بشه چهار مربع کامل دیگه، یعنی دیگه عناد نورزید دیگه. منهای چار ایکس منهای بیست و چار، دو ایکس به توان دو منهای، چی کار میکردیم؟ میگفتیم دو تا دو ایکس منهای بیست و چار. حالا چی کار میکردیم؟ میگفتیم که منهای دو ایکس رو ببینی همون آس، یعنی دو تعداد بگو که ضربش این باشه جمعش این باشه، بعد میشد دو ایکس، دو ایکس منهای شیش در دو ایکس به علاوه چار. بعد تو میگی که آخ این اون نشد که، من میگه این دعاه، این عجله میکن دنباله. اینجا که میبینی من میام یکی از این عبارت ها رو تخصیم میکنم به خاطر اینکه آها ببخشید، اولا که من اینجا یه دونه دو ایکس باید میذاشم، دو ایکسش نشدم، دو ایکس من اومدم اون دو رو حذف کردم به یه همچین شکلی میرسم انگاری جای ایکس هم دو ایکس میشسته. پس یکی از اون دعا که حق، یعنی داشتم حق رو ادا میکردم که آقا اصلا تو دو ایکس هستی، اون یکیه رو چرا به دو تقسیم کردی؟ اولا که اون ایکس نشسته، وقتی من اینجا بیام آ رو بخوام پیدا کنم باید چیکار کنم بچه ها؟ باید به دو تقسیم کنم دیگه. آقا وقتی من یه پرانتز و ضربه به دو تقسیم کنم جفتشون به دو تقسیم نمیشن، یکیشون به دو تقسیم میشن. مثلا این میشه اینو به دو تقسیم کنیم، میشه اینو به دو تا، فرق نه، ولی خب اون چون شبیه اونه من اینو تقسیم میکنم به دو، میشه ایکس منهای 3 در 2x به علاوه 4. لذتشو ببر، خوشحال باش که این رو هم حتی روش های جالب رو فهمیدی. این روش ها هم باز تا جایی که من میدونم منسوب به کسی نیست، یعنی هست تو کتاب ها اینجوری از قدیم بوده، یعنی باز روش مال من و من در آوردی اینا نیست. اینو گرفتی، حالا تو اونو بنویس، چون من باید اینو اینجا جا بدم کارمون سخت میشه. البته بذار یه کاری کنم، بذار من برای دوره طبق سنت حسنه کوچیک کردن من اینو برات بیارم از اینور، تکنولوژی استفاده کنی. درود بر تکنولوژی. این فلش هم نمیخوایم دیگه ها، این فلش کوچولو جایگزینش کنیم، نظرتونه این کارو کنیم. اونا فهمیدی؟ حالا اینا رو ببین با چه سرعتی حل میکنیم. ببین اینو خط میزنم، اینو میکنم منفی 24. خب حالا خودم سوال میپرسم، میخوام به 5 برسم، 3 8 تا خوبه دیگه، 3 8 میدونم یکیش مثبت یکیش منفی اوکی، ولی چون این 5 خب 8 مثبت بوده دیگه، پس x به علاوه 8 بوده در x منهای 3. خب حالا چی رو حذف کردم آقا؟ 2. ببین خب هوشمندانه اینه که اینو به 2 تقسیم کنم، اینجا یه 2 بذارم،
پس نتیجه کار، چون اینو بخوام به دو تا سه دوم زشته دیگه، پس میشه x به علاوه 4 تجزیهش در 2x به نهایسه. ای تویی که میخواستی معادله درجه دو حل کنی، وقتی به این میرسیدی میرفتی دلتا میگرفتی میمردی تا به جواب برسی، عددها بزرگ بود. آنهایی که معلماشون بهشون روش دلتا پیرمو گفتن که من خیلی نمیپسندمش و فکر میکنن معجزه‌ای میکنه، در حالی که یه فلسفه مشخصی پشتش داره که حالا میگم در فصل آیندهشون، خیلی ازم پرسیده بودین. بهترینش اینه، یعنی اگه میتونی تجزیه کنی، قدرت تجزیه سرعت توه، سرعت اینه بالا میره. اینجا بده بره، اینو بده بره، 5 منهای 5. خب ضرب بعد معلومه دیگه، 51 یکیش بعد منفی بشه، چون این منهای 4 x منهای 5 در x به علاوه 1، x منهای 5 در x به علاوه 1. حالا بعد چیکار کنم؟ بعد یه 5 رو بزنم. بیا آقا من اینو به 5 تقسیم کنم، اینجا 5 بذارم، خدای هوشمندان است دیگه. پس نتیجه نهایی ریز میام اینجا، x منهای 1 5 x به علاوه 1 یه مثل. بریم ادامه کار. حالا اگر شکلش اینجوری بود چیکار کنیم آقا؟ اگر شکل ما اینطوری بود چیکار کنیم؟ ببین این دیگه شبیه اون قبلی ها نیست، خب؟ یعنی اون درجه دو ها تمام. حالا میخوایم یه مدلای اضافه کم کردنی و اینا. خب مدل بازم سه جمله است، یعنی هنوز وجه مشترک ما سه جمله است. آقا اینجا دو تا مربع کامل میبینم، پایه ها رو که حساب میکنم دو برابرش اینجا نیست، خودش اینجاست. این انگار چاق یه جمله، یادتونه بهتون گفتم یه سری چاقا تجزیه میشن، یه سری چاقا تجزیه میشن، یا اون چاقایی که تجزیه میشه. ایده ما چی بود؟ گفتم آقا تو مربع کامل تو بیا توکل کن، یه مزدوجی شاید بسازیم و مشکل حل بشه. اینو میای این بهت دو تا x دو y دو میده، ولی من چی دارم؟ یه دونشو دارم. پس باید چیکار کنم؟ باید چیکار کنم؟ یه دونشو کم کنی، یا اینجا دوتاشو کم نمی کنی ما، یه دونشو کم کن. نتیجه این اینه، این اینه، اینم اینه. بسیار زیبا، همونطور که مستحضر هستید، این اینه، اینم اینه. بعد پایه ها رو یه بار با هم دیگه جمع می کنیم، یه بار پایه ها رو از هم کم میکنی، به این عبارت میرسیم. یه ذره داره سخت‌تر میشه، هی داره سخت‌تر میشه. آقا این دیگه نه مربع کامل، هیچی نداره، هیچی نداره، اشکال نداره. وقتی ایده رو بگیره آقا این اگه حل، این گردن کلفته دی، این سوالای سخت، اگه اینو میتونی حل کنی که دمت گرم، خب یعنی به ذهنت میرسه که عالی. اگه نمیرسه ایده بگیر از من، آسه دارم، دوست دارم از چاقلاغر استفاده کنم، تو ده یه عددی پیدا کن که توان سه باشه، 8 و 2. پس بیا اینو بنویس آسه، بیا اینو بنویس آسه به علاوه 8 به علاوه آه به علاوه 2. بعد اینجا خوشحال میشه، اینجا یه لبخندگی میزنی، زود گرفتی چه اتفاق میفته. اینو چاقالا قربسی توش آه به علاوه 2 داره، آه به علاوه 2 من میام اینو که شما ببینید، اولی به توان 2 ضرب اینا با علامت قرینه، دومی به توان 2 و به علاوه یه دونه آه به علاوه 2. حالا چیکار میکنم؟ از اون کل آه به علاوه 2 یه فاکتور میگیرم، آه به علاوه 2، زینو یه ذره بیارم بالا که راحت تر بنویسم، یه آه به علاوه 2 فاکتور میگیریم، اولی یه آ2 منهای 2 آه به علاوه 4 زیبا به همون میده، به علاوه یه دونه 1. خب نتیجه کار پس میشه، فقط اینو باید چک کنیم ببینیم این تجزیه میشه یا نمیشه. تجزیه نمیشه، یعنی میشه آ به علاوه 2 در آ2 منهای 2 به علاوه 5 و تمام. و اما این هم براش جا کم گذاشتم، حالا الان درستش میکنم. خب ببین این دفعه سوال تو اینکه آقا من 5، خب که واقعا نامردی دی، 5 رو چیکار کنم؟ 5 رو دیگه کجای دلم بذارم؟ من میگم بله حق داری سخت، ولی چون اینم اینجای 2 داره میگم اگر اینو بنویسم 2x منهای x، توکل کنیم ببینیم چی میشه. حالا حدسی زدیم دیگه، آقا همه چی با همین حدس شروع میشه، فکر نکن چیز عجیبه، آقا حدسی میزنیم، از کجا شروع کنیم؟ x 5 منهای x رو میذارم کنارش، اگه میگیری اینجا داره چه اتفاقی میفته، خیلی خوبه ها،
شما استعداد خوبی تو ریاضی داری، کش کنید. آقا باز تاکید میکنم همه قرار نیست ریاضی یاد بگیرن، همه قرار نیست همه ریاضیشون خوب نمیشه، بسته به علاقه و استعداد شما داره، چقدر حاضری بهاشو بدی، چقدر حاضری زحمت بکشی، نیاز اشکالی هم نداره. خب اشکالی هم نداره، مثلا ممکنه مهارت های شما در یک زمینه دیگری باشه، فقط برای اینکه به هدفت مثلا در رشته پزشکی برسی لازمه اینو پاس کنی که هر چه اینجوری تر یاد بگیری به نفعت، حجم حفظیات کم، حجم مفهومی ها بیشتر، سرعتت وحشتناک هم بیشتر میشه. تو مرحله آموزشیم، عجله نکن. یه ایکس فاکتور میگیرم، میشه یه ذره چون جا کمه ایکس چهار منهای یک هم مزدوج باز میکنم، ایکس دو منهای یک، ایکس دو به علاوه یک، به علاوه دو تا ایکس منهای یک. هنوز نه، ولی اگر اینو اینطوری بنویسم دیگه مشکل حله. x در x منهای 1 در x به علاوه 1 در x2 به علاوه 1، بله به علاوه 2 تا x منهای 1 حالا حل شد. حالا چی دارن جفتشون؟ جفتشون x منهای 1 دارن. پس چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم فاکتور بگیریم از x منهای 1، از x منهای 1 فاکتور میگیرم، از اولی میمونه ضرب اینا، من یهو می نویسم x2 به علاوه x، یعنی اینو تو این ضرب کردم، x2 به علاوه x در x2 به علاوه x در x2 به علاوه 1. نتیجه تجزیهش با نمکه ها، بذار ببینیم. البته این چهار جمله رو بردارم بیارم پایین، یه جابجایی بزنیم که اینجا بشه. این هم از این، نه اول اینو برداریم بریم بالا. خب اینو تمومش بکنیم، نتیجه کار چی شد؟ به اینو که ضرب میکنی بهت یه x4 میده، بعد بهت یه دونه x2 میده، بعد اینو ضرب میکنی بهت یه x3 میده، بعد یه دونه x میده. این چقدر با نظم و ترتیب یک جا نشستن؟ میشه x منهای 1 در، من هی رنگ رو عوض میکنم که شما تفاوت های بینش رو قشنگ مشخص بشه، یک نواخت نشه. x به علاوه x، x4 به علاوه x به علاوه x2 به علاوه x به علاوه 2. خیلی جالب بود، یعنی اون ظاهر یه همچین چیزی در اومد. خب بریم سراغ چهار جمله ای. آقا یعنی چهار تا جمله ما داریم، همونطور که از اسمش مشخصه ما در این عبارت چهار تا جمله داریم. به چیا فکر میکنیم؟ آقا ما به مکعب دو جمله‌ای فکر خواهیم کرد، قطعا به مکعب دو جمله‌ای فکر خواهیم کرد، به عرضم به حضور شما که اضافه و کم کردن و اینها هم فکر خواهیم کرد. ببین من اینجا توی این سوال میگم که چهار تا جمله دارم، بعد این چهار تا دو تاش مکعب کامل باید باشه، اون x مکعب کامله، اون 8 هم مکعب کامله. یعنی چی؟ یعنی x به توان 3، یعنی در واقع وقتی فرجه 3 میگیریم به ما x میده، فرجه 3 میگیریم به ما 2 میده. فرجه 3 میگیریم به ما 2 میده. حالا مسئله اینه چک باید بشه، یکی در میون مثبت منفی شدن؟ بله، فقط اولی مثبت ها، اگه منها مثبت، منها مثبت بود یه چیز دیگه میشد، اما دی منفی پشتش میذاشت. x منها داره چون یکی در میونه، دو چک میکنیم سه برابر منها که چی؟ سه برابر اولی به توان دو در دومی، درسته؟ سه برابر اولی در دومی به توان دو، یعنی 3 ضرب در 4 x هم، درسته؟ پس این میشه اون تجزیه. چهار تایی میبینیم x، x2، x مشکوکه، ولی مسئله که داریم اینه که آقا این تیکه آخریه که چیز نیست، مکعب کامل نیست، اشکالی نداره. خب این مگه فور، این مگه رادیکال 27 نیست؟ آقا من این مسئله دارم،
اگه من از این عبارت فرج 3 بگیرم به من چی میده؟ یعنی این چی میده؟ این که x میده. خب این یکی چی میده؟ این یکی من حرفم اینه که این به من یه دونه رادیکال 3 میده. اوکی، یعنی این الان این 3 به توان، یعنی من باید از این بیام فرج 3 بگیرم دیگه، میشه فرج 6 3 به توان 3 میشه. اینجا سخته دیگه یکم، حتی این سوالم تکرار شده، یعنی مدل مهمیه. حدسه خیلی کمک میکنه وقتی که اتحاد اینجوری، اون حدسه خیلی کمک، یعنی در واقع میای فرجه 3 این عبارت رو حساب میکنه، فرجه 3 یه رادیکالی که میشه فرجه 6 و این حدسم چیه؟ همه مثبتن، حدسم اینه که اینه. چک کنیم، اولی 3 برابره که سر جاشه، اولی در عرضم به حضور شما که 3 برابر اولی به توان 2 در دومی. خب 3 برابر اولی به توان 2 یعنی x2 در دومی. اوکی، 3 برابر اولی در دومی به توان 2، 3 برابر اولی در دومی به توان 2. آقا رادیکال 3 به توان 2 یعنی میشه 3، 3 6 میشه 9، تا به حدسمون درست بود. خب بریم بعدی. آیا در این شکل هم من دوتا مکعب کامل میبینم؟ پاسخ اینه که خیر، ما دیگه دوتا مربع کامل نمیبینیم. حالا که دوتا مربع کامل نمیبینیم چیکار کنیم؟ میخوام ایده با هم نگاه کردن رو بهتون بگم. یعنی لازم نیست چیزی اضافه و کم کنی، خب فقط کافیه، مثل اونجا بود که ما انتخاب میکردیم یکی در میون فاکتورگیری انجام میدادیم. ما دو مدل فاکتورگیری پرتکرار در حد دبیرستان و کنکور، چیزی که بیشتر تکرار میشه داریم. یه دونه دو تا دو تا داریم، یه دونه سه تا سه تا، سه تا یکی ببخشید، یعنی دو تا دو تایی بگیر سه تا سه تایی بگیر. از جفتش هم برات مثال آوردم، مثلا سخته به ذهن رسیدنش، تمرین میخواد. این و این هم مزدوجن، هم اگه مزدوجش بنویسی یه چیزی ببین لازم نیست در یه چیزی شبیه این در میاد، چون رادیکال این 3 ایگرگ، رادیکال اینم 2 ایگرگ. یعنی من حتی چیزی که تو ذهنم جرقه میزنه رو دارم به تو میگم که درست یاد بگیری. 4 ایکس 2 منهای 9 وای 2 کنار هم مینویسم، 2 ایکس منهای 3 وای هم خوشگل مینویسم که منهای بیاد وسط. اینو مزدوج باز میکنم، 2 ایکس منهای 3 ایگرگ اینم مزدوج باز میکنم، یعنی در واقع قسمت چیزش 2x به علاوه 3y به علاوه 2x منهای 3y. خب بعد چیکار کنم؟ یه عامل مشترکی تحت این عنوان برام پیدا شد، پس یه هم میام از 2x منهای 3y فاکتور میگیرم، از اولی میمونه 2x به علاوه 3y، از دومی چی میمونه؟ یادت نره این یک رو بذاری یا حیفه تا اینجا میگه. و اما بعدی مسئله اینه که من سعی و خطا کن حتما قبل از من تو خونه حل کن، وقتی من اینو میگم تو همینجوری نپذیر، من میگم آقا اون نمیشه، مثل این حالتای مختلفو بررسی کنم، ممکنم تو یه راهی رو پیدا کنی که میشه، برام بفرستید. یعنی عرضم به حضور شما که تو این ایامم بوده، حالا شاید این تعدادش خیلی زیاد نموده، ولی کسایی که سوالای رو حل میکردن غیر از راه حل من، مثلا میپرسیدن خوبه درسته حتما میشه این کارم بکنی و بررسی کنی ببینی میتونی جور دیگه ای سوال رو حل کنی یا نه. من میگم ببین اگه بخوایم قشنگ نگاه کنیم، این سه تا خیلی جذابه، x دو رو سر جای خوش نگه داریم، اینا رو یه منفی کلهم اجمعین فاکتور بگیریم، منهای y دو تبدیل به y دو میشود، به علاوه 2x تبدیل به منهای 2x میشود، منهای 2y میشود، منهای 1 تبدیل به علاوه 1 میشود. به 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 ببین چی شد، ببین چی شد، x2 شد منهای این چی شد، y منهای 1 به توان 2 شد. خیلی داره زیبا میشه. داریم میریم سراغ سوالایی که من خیلی دوست دارم و شما هم امیدوارم که خوشتون این سوالا، سوال بسیار زیباییه. در x ببین جمع کردم، حالا میخوام کم کنم، x منهای y علاوه 1. خب اینم از اینم با هم بررسی کنیم، یا چقدر از تایممون؟ خب فکر میکنم که یه ذره این ویدیو رو طولانی تر کنیم، ولی دیگه ببندیمش دیگه، چون فقط حالتهای خاص مونده. البته خود حالتهای خاص خیلی طول میکشه، ولی حالا یه مقداری با سرعت بیشتر میریم، شما میتونید ویدیو رو چند بار نگاه کنید. بریم. انصافا اینم سخته، خب یعنی به ذهن رسیدن اینا جایی خیلی نداره که من به تو بگم اینو دیدی اینجوری کن، اینا به تو داره
کلید در واقع راهو نشون میده که اینجوری فکر کنی، مثل فصلای دیگه مثلا یه ذره سخت تره، قبول دارم، ولی کن چاره نیست. من اینجا ضریب میبینم دو سه، اینجا ضریب میبینم دو سه. عرضم به حضور شما که بچه ها در بیرون استودیو دارن حرکت های عجیبی میزنن و امیدوارم که شما نشنوین. حالا نمیدونم، منهای دو تا آدو، منهای سه تا آدو. آقا نگاه کن، پنجا رو با توجه به سه و دوی که اینجا میبینم اینجوری باز میکنم. عرضم به حضور شما که دوباره برات مینویسم، بازنویسی میکنم. الله اکبر. خب دو آسه، من نگاه کن، دو ایا رو کنار هم مینویسم، دو آسه، دعا، منهای دعا دو، اول اینجوری بسن، منهای دعا دو به ترتیب، یعنی استاندارد می نویسن به علاوه دعا، اونایی که همه دعا داشتن کنار هم، اونایی که سه دارن همه کنار هم می نویسن، منهای سه آدو. یا می خواهید از یه منها فاکتور بگیریم بچه ها، قشنگ میشه، از یه منها فاکتور بگیر، منهای سه آدو، منهای سه، ببین چون از یه منفی فاکتور گفت، منهای سه آ به علاوه سه ام منفی فاکتور گفت. اوکی خب، حالا اینجا از یه آ فاکتور میگیرم، در واقع دو آ، از دو آ فاکتور میگیرم، میمونه چی؟ آ دو. میمونه چی؟ منهای آ. میمونه چی؟ یک. منهای اینجا از چی فاکتور میگیرم؟ از سه خالی، آ دو منهای آه به علاوه به به تیکه مشترک، از آدو منهای آه به علاوه یک فاکتور میگیرم، میشه دو آه منهای سه. بسیار زیبا. حالا اونایی که بیشتر از چهار جمله دارن، ترکیبی ان از همه حالتهای بالا، اضافه و کم کردن دارن که اونم ایده سختیه، و یا سوالات خاصی ان، دو تا هم سوال خاصی که یکیش توی سوالات هم آزمونای آزمایشی هم نزدیک بهش رو داشتیم توی کنکورها، ولی باقی حالا بیشتر همون در حد آزمون آزمایشی ها باقی. ببین مثلا این دیگه هیچ کدوم حالت ها نیست دیگه، 5 تا جمله است، درجه 5ه، ولی چیزی که داره جلب توجه میکنه در این سوال اینه که ما بتونیم یه تیکه مشترکی رو، حتی یه ایکس اینجا ننوشتم ببخشید، این به ترتیب داره میاد، یه ایکس هم داره، یعنی به علاوه ایکس به علاوه. داستانی که در این سوال وجود داره اینه که شما اگر از این ستا یه ایکس فاکتور بگیری، بهت ایکس دو به علاوه ایکس، یعنی از ظاهر زمختش نترس، این برخلاف ظاهر زمختش بسیار دل مهربونی داشت، رؤوف بود، خیلی سریع به شما نشون داد که باید چیکار کنی، و از این فاکتور میگیرم یه ایکس به علاوه یک میمونه. متاسفانه باید خدمتتون عرض بکنم که ایکس به علاوه یک هم باید تجزیه کنی، یعنی مثل ایکس به علاوه یک چاقلاغه، توان دو قرینه به علاوه یک. بیام اینجا اینو بنده جدای از اینکه همینجوری سوال سختی هست، یه مقداری هم خواستم یه ایده دیگه ایرم لابلا این وسط ها به شما نشون بدم. یک ایده دیگه فقط از تجزیه کردم میمونه که دیگه خیلی سنگین میشد کار، من اونو اینجا نگفتم، که اون یه جورایی باز ایده خاص‌تریه، یه ذره من در آوردی تره، البته اثبات علمی داره که برمیگرده به سال 12 شما نخوندی، ولی با هم بررسیش میکنیم تو خود جزوه. نگاه کن، من میگم که وگرنه باقی چیزا به نحو احسن دیگه اون چیزی که به نظرم میومد براتون جنبندی شد. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، اینو اینو این زیبا نیست؟ زیباست. ایکس دو به علاوه ایگرگ دو به علاوه دو ایکس ایگرگ، بعد اونا چی میشه؟ میشه به علاوه ایکس به علاوه ایگرگ منهای دو. خیلی خوب، حالا نگاه کن، خیلی سوال قشنگی اینا، بذار با همون آبی بریم. اینا میشن ایکس به علاوه ایگرگ به توان دو. بعد تو نگاه میکنی میبینی که خب دیگه چیز مشترک که نداریم، ولی اگه یه ذره قشنگتر نگاه کنی میبینی که یک جمله مشترک زیبا من برای شما اینجا قرار دادم. بازم بذار با هم آبی بریم. ببین این همون آ است، آ دو به علاوه آ به علاوه دو، دو تا عدد بگو که ضربش دو باشه، و عرضم به حضور شما ببخشید منهای دو، ضربش منهای دو باشه یک باشه، میشه آ به علاوه یک در آ منهای دو. فقط جا به جا نوشتم،
آی منهای یک در آی به علاوه دو که جمعش یک ضربش منهای دو. جای x چی میذارم؟ جای x میذارم x، جای a میذارم x به علاوه y، x به علاوه y منهای یک در x به علاوه y به علاوه دو. سآله ارزمون شما یه جورایی محبوب این سآل. ببین سه تا سآل آخر این سه تا واقعا اذیت کنن دیگه. اینو ارزم بزرگ شما که این دوتای آخری، خب اینا واقعا سوالات اذیت کنی هستن و خب چاره ای نداریم، بیاد بریم سراغش و اینا رو هم با هم دیگه بررسی کرده باشیم. ببین تو میگی خیلی نامردیه، تجزیه کرده یه عدد گذاشته اون تا همه چی رو به هم ریخت، ولی دیگه حالا انجام داده دیگه. نگاه ما و ایده ما بر حل این سوالا اینجوریه که پرانتزا رو جوری ضرب کن که بتونی تیکه مشترک بگیری. تو الان میگی چرا اینجوری تیکه مشترک بگیری؟ من میگم صبر کن، اینو با استفاده از اتحادیه جمله مشترک بازش میکنیم، میشه x2 به علاوه 8x به علاوه 7. اینم بکنم که اتحاد جمله مشترک بازش میکنیم، میشه x2 به علاوه 8x به علاوه 15. حالا احتمالاً شما فهمیدی من منظورم چی بوده. منظور من این تیکه بوده که در هر دو اینها مشترک، این خودش به دید یک جمله مشترک میشه بهش نگاه کرد، یعنی این تیکه خودش چیز مشترکه. پس وقتی من میخوام این اتحاد رو باز کنم تو جوابش چی مینویسم بچه ها؟ تو جوابش مینویسم اسمش هم میخوای بذاریم آ، باز راحت تره. میشه بچه ها مشترکه به توان دو جمع دو تا غیر مشترک ها، یعنی 22 تا آ و عرضم به حضور شما که 7 تا 15 تا که میشه 105 تا به علاوه 15 تا 120 تا. حالا رسیدیم به این، اینو میشه تجزیه کرد؟ میپرسی از خودت که یک دو تعداد که ضربش این خیلی هم نباید ارزم به حضور شما که 120 تا، یعنی به ترجیح نزدیک هم بشماری. بعد این وقتی 120 مثلا تو میگی 6 تا 20 تا، خوبه 6 تا 20 تا اگه بکنیم 10 تا 12 تا که عالیه دیگه. پس میشه آ به علاوه 10 در آ به علاوه 12. آیا کار تموم شده؟ خیر، باید برش گردونی به حالت اولیش. حالت اولیش چی میگه؟ حالت اولیش میگه که من اینجوری بنویس، من بنویس x2 به علاوه 8x به علاوه 10، تازه شانس بیارید باز دوباره نیاز به تجزیه نداشته باشه، به علاوه 12 که متاسفم براتون، چون این میشه x به علاوه 2 در x به علاوه 6. و اما این هم ریشه ای داره و میتونیم یه کاریش بکنیم. عرضم به حضور شما که فقط یه مقداری شکلش رادیکالی میشه دیگه. نه اینو کار نمیم، دلتا 64 منشر 24 این رادیکالی میشه، این همینجوری بمونه اوکیه، ولی این به این صورت تجزیه میشه. و اما یه دونه مثالم از اتحاد مربع سه جمله‌ای خدمت شما بیارم. ببین خیلی ظاهرش میگه آ دو بی دو سی دو، بعد پایه های اینا رو نگاه کن، ببخشید آ چهار بی چهار سی چهار، آ دو بی دو سی دو، دو برابر ضرب این، دو برابر این. فقط این مسئله ای داره، این هر سه تا منفی ان. خب من تو ذهنم میگم آقا بیا اینو اینجوری بنویسیم، اینو اینجوری بنویسیم، بنویسیم آ دو منهای بی دو منهای سی دو. این چه اتفاقی میفته به توان دو؟ این اینو میده، اینو میده، اینو میده، ضرب اینا با علامت همو علامت رو میده، ضرب آ و سی رو میده، ولی بی سی رو مثبت میده. من اونجا منفی دارم، این مثبت دو تا بی دو سی دو میده، من منفی دو تا بی دو سی دو دارم. پس اول من باید این مثبت رو دو تا ازش کم کنم بشه صفر، دو تا دیگه کم کنم بشه این، و خیلی زیبا شد دوباره این میشه چی بچه ها؟ این میشه دو تا بی سی به توان دو مزدوج رو بغل میکنیم، میشه اینجا رو ببین آ دو منهای بی دو منهای سی دو منهای دو بی سی در آ دو منهای بی دو منهای سی دو به علاوه دو بی سی. حالا از شما سوال میپرسم آیا کار تمومه؟ بعد با توجه به شواهد و قرائن خیر، تا جو لبخندی که من زدم داشتم رد می شدم، لبخند شیطانی، خیر تموم نشده. اینا رو نگاه کن، اینجا این چیه بچه ها؟
گفتم سوالات خاص و بعضن رو مخ اینجوری میشه. بله بعضی وقت واقعا اینا رو مخم میره. حالا شاید باورتون نشه هنوزم تموم نشد، بازم میشه تجزیهش. یعنی اصلا اینو نوشتیم به خاطر اینکه به این پله بعدیه برسیم دیگه. پله بعدی رو اینجا برات مینویسم و اینجوری میشه، میشه آ به علاوه بی به علاوه سی در آ منهای بی منهای سی. در آ به علاوه بی منهای سی در آ منهای بی به علاوه سی. واو واقعا ساچه واو داشت این سال خیلی. و اما اونی که بیشتر از همه واو داره اینه، اینم خیلی سوال خاصی، اینم ایدهشو واقعا اگه ندیده باشی اذیت می‌کنه. این یکی از عجیب‌ترین ایده‌های تجزیه رو داره، که خاص‌ترین ایده‌های تجزیه رو داره. میگم که لذت ببری واقعا اینا رو. اگه اینو بدون اینکه ببینی حل می‌کنی حتما سرمایه گذاری کن رو خودت. و من خیلی مؤکد میگم که این خیلی خوبه، مخصوصا در فضای جبر احتمالاً انسان قوی و قوی مغزی هستی. ای قوی مغز، من عذرخواهی میکنم اگه ایدهش به نظرتون وحشتناکه، همینی که هست. خب ببین جالبه، ببین اولین کسی که این سوالو حل کرد ببین چه مغزی داشته. x5 یه x4 کم میکنم، یه x4 اضافه میکنم، یه x4 کم میکنم، دوست دارم، اشکالی نداره چون صفر میشه. یه x3 اضافه میکنم، یه x3 کم میکنم، یه x2 اضافه میکنم، یه x2 کم میکنم، یه x اضافه میکنم، یه x کم میکنم. نه نه نه، خود x سر جاش بوده، x رو دیگه نمیخواد دیگه. x به علاوه داشت و به علاوه یک. ببین چه کرده این سوال، چیه واقعا این ریاضی. خب حالا چجوری حلش کنیم؟ این خودش مثل کی چی این کار کردی. حالا اینجا رو نگاه، اینایی که دارم هایلایت میکنم با یه رنگ مشخص ما این فاکتور بگیر. از زردا شروع، نه زردا که هستن، از سبزا x3 فاکتور بگیر، x2 به علاوه x به علاوه 1. از این حالا آبیا، آبی فیروزه‌ایه، یه منفی x2 فاکتور بگیر. این چی مونه؟ x2 از این x خوشم که زردارم، فقط بنویس بقلا. ببین چی شد، روزگار عجیبی شد. سوالا یعنی دهم اینا رو هم داره ها، مثلا کتاب درسی رو نگاه میکنی اینا همه تو دهم هم میتونه بررسی بشه. داریم بررسی، این از تجزیه تمام و کمال طبقه بندی شده درجه 1. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.